گفتنی باشد و همه عالم از ریش من درآویزد که مگر نگویم اگر چه بعد از هزار سال باشد این سخن بدان کس برسد که من خواسته باشم. دکتر پرویز ناتل خانلری بی هیچ شبهه‌ای از مفاخر برجسته ادب ایران است که با تلاش‌های بی‌وقفه‌اش در زمینه‌های مختلف از جمله در شعر، در تصحیح متون کهن، در پژوهش پیرامون وزن شعر و دستور و تاریخ زبان فارسی، در ترجمه و شاید از همه مهمتر در کار انتشار مجله‌ای وزین برای معرفی ادبیات و دانش و هنر امروز، کارنامه درخشانی از خود به یادگار گذاشت. ماهنامه سخن که نخست در بهار سال 1322 به صاحب امتیازی دکتر ذبیح الله صفا و سردبیری خانلری منتشر شد و بعدها با صاحب امتیازی خانلری ادامه یافت، در دوران حیات خود مکتبی گشود که نقش انکار ناپذیری در پرورش ذوق و استعداد شاعران و نویسندگان چندین نسل داشت. سخن هنرمندان و اندیشمندان بسیاری را در دامان خود پرورد و به جریان روشنفکری در زمینه‌های فرهنگی بهای زیادی داد. این نشریه جایگاهی برای شاعران و نویسندگان جوان شد. گلچین گیلانی، فریدون توللی، منوچهر نیستانی، هوشنگ ابتهاج، منوچهر آتشی، نادر نادرپور از جمله شاعرانی بودند که آثارشان را در فضای سخن عرضه کردند. در زمینه قصه نویسی، جلال آل احمد، صادق چوبک، غلام حسین ساعدی، بهازین، صادقی و دیگران هم از طریق سخن به دوستداران ادب معرفی شدند و دکتر پرویز ناتل خانلری خود قافل سالار سخن بود. کتاب گویای ایران، ایران آدیو بوک، منظومه یگانه و جاودانی آرش کمانگیر، شاهکار بی همتای سیاوش کسرایی را برای نخستین بار به صورت کامل به دو زبان انگلیسی و فارسی با صدای سوزی زیایی و فریدون فرهندوز منتشر کرد. این مجموعه نفیس شامل دو سی دی به دو زبان و دفترچه کامل از داستان و شعر آرش به انگلیسی و فارسی به عاشقان فرهنگ ایران پیشکش می شود. برای تهیه مجموعه آرش کمانگیر و آثار ایران آدیو بوک به وبسایت ما www.iranaudiobook.org مراجعه کرده و یا از طریق شماره های زیر با ما تماس بگیرید. جاودانیاد سعیدی سیرجانی، نویسنده بلند آوازه ایران
که از یاران دیرین دکتر خانلری بود، در مراسم بزرگداشت او در یکی از مساجد تهران حکایتی روایت کرد که اگر ابعاد پربار شخصیت علمی و فرهنگی خانلری را به تمامی نشان نمی‌داد، اما طرحی گویا و زنده از مردی را نقش می‌زد که زبان، ادب و فرهنگ ما بیگمان وامدار اوست. سعیدی سیرجانی حکایت کرد که خانلری روزهای آخر عمر را بیشتر در اقما به سر می برد و در یکی از لحظه‌های نادر هوشیاری کسی از او پرسید: استاد چند سال دارید؟ دکتر خانلری نرنجید و در پاسخ گفت: 2500 سال. عمر دراز ملتی کهنسال، حیات پربار فرهنگی ریشه دار که از آن سوی تاریخ تا ماندگاری زبان، ادب و فرهنگ ایرانی بارور و پرثمر بر جای مانده و میماند. عمری 2500 ساله، تاریخی که از آن او بود. خانلری خود در آن حل شده، محو شده، شکل گرفته و قد کشیده بود. خانلری و فرهنگ ایرانی، خانلری و زبان فارسی چنان در هم آمیخته بودند که جدایی ناپذیر می نمودند. او درخت پرثمر و بارور زبان، شعر و ادب فارسی بود که با شاخ و برگ بسیارش سایه بی‌دریغ و به رایگان می بخشید. ما جوانترها دستور زبانمان را از او آموختیم، وزن شعر را هم. او برای من درست ترین روایت حافظ را گفت. شاگردانش استادان ما شدند و هستند. از شعر او، از نثرش، از عشق عارفانه اش به زبان و فرهنگ و ادب دیرپا و دیرمان ایران، عشقی که معرفت و روشنایی عمرش بود، می توان ساعت‌ها سخن گفت، اما دریغ که فرصت کوتاه است و گفتنی بسیار. در این برنامه بخش‌هایی از نامه‌ای را که او در اسفند ماه 1333 به پسرش آرمان نوشته بود برایتان باز می‌گویم و عقاب، معروف‌ترین شعرش را که با الهام از یک قصه پوشکین سرود و به صادق هدایت پیشکش کرد، باز می‌خوانم. نامه به پسرم حکایت آرزوهای پدری است برای فرزند خردسالی که به آرامی در آغوشش خفته است. دکتر خانلری پس از گذشت سالها در مقدمه این نامه با دریغ نوشت: پسرم آرمان که این نامه را به او نوشته بودم در 8 سالگی درگذشت و همه این آرزوها برباد رفت. و بخشهایی از این نامه: فرزند من نیز مانند هر پدری آرزو دارم که دوران جوانی تو به خوشبختی بگذرد، اما جوانی بر من خوش نگذشته است و امید ندارم که روزگار تو بهتر باشد. دوران ما عصر ننگ و فساد است و هنوز نشانه ای پیدا نیست از اینکه آینده جزین باشد. آخر سال نکو را از بهارش میتوان شناخت. سرگذشت من خون دل خوردن و دندان به جگر افشردن بود و میترسم که سرنوشت تو نیز همین باشد. شاید بر من عیب بگیری که چرا دل از وطن بر نداشته و تو را به دیاری دیگر نبرده ام تا در آنجا با خاطری آسوده تر به سر ببری. شاید مرا به بی‌همتی متصف کنی. راستی آن است که این عزیمت بارها از خاطرم گذشته است، اما من و تو از آن نهال‌ها نیستیم که آسان بتوانیم از ریشه و خاک خود برکنیم و در آب و هوای دیگر نمو کنیم. پدران تو تا آنجا که خبر دارم همه با کتاب و قلم سر و کار داشتند، یعنی از آن طایفه بودند که مأمورند میراث ذوق و اندیشه گذشتگان را به آیندگان بسپارند.
جان و دل چنین مردمی با هزاران بند و پیوند به زمین خود بسته است و از این همه تعلق گسستن کار آسانی نیست. اما شاید ماندن من سببی دیگر نیز داشته است. دشمن من که دیو فساد است در این خانه مسکن دارد. من با او بسیار کوشیدم. همه خوشی‌های زندگیم در سر این پیکار رفته است. او بارها از در آشتی در آمده و لبخند زنان در گوشم گفته است بیا بیا که در این سفره آنچه خواهی یافت. اما من چگونه می توانستم دل از کین او خالی کنم؟ چگونه می توانستم دعوتش را بپذیرم؟ آنچه می خواستم آن بود که او نباشد. اینکه تو را به دیاری دیگر نبرده ام از این جهت بود که از تو چشم امیدی داشتم. میخواستم که کین مرا از این دشمن بخواهی. کین من کین همه بستگان و هموطنان من است. کین ایران است. خلاف مردی میدانستم که میدان را خالی کنم و از دشمن بگریزم. شاید تو نیرومندتر از من باشی و در این پیکار بیشتر کامیاب شوی. اکنون که اینجا مانده ایم و سرنوشت ما این است، باید در فکر حال و آینده خود باشیم. باید در پی آن باشیم که برای خود شأن و اعتباری جز از راه قدرت مادی به دست بیاوریم تا دیگران به ملاحظه آن ما را به چشم اعتنا بنگرند و جانب ما را مراعات کنند. و اگر انقلاب زمانه ما را به ورطه نابودی کشید، باری آیندگان نگویند که این مردم لایق و سزاوار چنین سرنوشتی بودند. این شأن و اعتبار جز از راه دانش و ادب حاصل نمی شود. ملتی که رو به انقراض می رود نخست به دانش و فضیلت بی اعتنا می شود. به این سبب برای مردم امروز باید دلیل و شاهد آورد تا بدانند که ارزش ادب و دانش چیست. اما پدران ما این نکته را خوب می دانستند و تو می دانی که اگر ایران در کشاکش روزگار به جا مانده و قدر و آبرویی دارد، سببش جز قدر و شأن هنر و ادب آن نبوده است. اگر هنوز امیدی هست، امید این است که جوانان ما همه یک باره به فساد تن در نداده هست. هنوز برق آرزو در چشمانشان می درخشد. آرزوی آن که بمانند و سرفراز باشند. تا چنین شوری در دلها هست، همه بدیها را سهل می توان گرفت. آینده به دست ایشان است و من آرزو دارم که فردا تو هم در صف این کسان درآیی. یعنی در صف کسانی که به قدر و شأن خود پی بردند. می دانند که اگر برای ایران آبرویی نماند، خود نیز آبرو نخواهند داشت. می دانند که برای کسب این شرف کوشش باید کرد و رنج باید برد. کتاب گویای ایران، ایران آدیو بوک، منظومه یگانه و جاودانی آرش کمانگیر، شاهکار بی همتای سیاوش کسرایی را برای نخستین بار به صورت کامل به دو زبان انگلیسی و فارسی با صدای سوزی زیایی و فریدون فرهندوز منتشر کرد.
این مجموعه نفیس شامل 2 CD به 2 زبان و دفترچه کامل از داستان و شعر آرش به انگلیسی و فارسی به عاشقان فرهنگ ایران پیشکش می شود. منم آرش، چون این آغاز کردن مرد با دشمن. منم آرش، سپاهی مردی آزاده، به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را اینک آماده. مجویدم نسب، فرزند رنج و کار، گریزان چون شهاب از شب، چو صبح آماده دیدار. مبارک باد آن جامه که اندر رزم پوشندش، گوارا باد آن باده که اندر فتح نوشندش. شما را باده و جامه گوارا و مبارک باد. I am Arash. So began that man with the enemy. I am Arash, a freedom fighter. With the quiver's only arrow, your bitter quest is now prepared. Do not seek my ancestry. I am the offspring of torment and toil, fleeing the night like a meteor, like the morning ready to greet. Bless that robe worn in battle. Please that wine drunk in victory. May your wine and ware be blessed. برای تهیه مجموعه آرش کمانگیر و آثار ایران آدیو بوک به وبسایت ما www.iranaudiobook.org مراجعه کرده و یا از طریق شماره های زیر با ما تماس بگیرید. گشت غمناک دل و جان عقاب، چو از او دور شد ایام شباب. دید کش دور به انجام رسید، آفتابش به لب بام رسید. باید از هستی دل برگیرد، ره سوی کشور دیگر گیرد. خواست تا چاره ناچار کند، داروی جوید و در کار کند. صبحگاهی زپه چاره کار، گشت بر باد سبک سیر سوار. گله کاهنگ چرا داشت به دشت، ناگه از وحشت پر ولوله گشت. وان شبان بیم زده دلنگران، شد پی بره نوزاد دوان. کبک در دامن خاری آویخت، مار پیچید و به سوراخ گریخت. آهو استاد و نگه کرد و رمید، دشت را خط غباری بکشید. لیک صیاد سر دیگر داشت، صید را فارغ و آزاد گذاشت. چاره مرگ نکاریست حقیر، زنده را دل نشود از جان سیر. صید هر روزه به چنگ آمد زود، مگر آن روز که صیاد نبود. آشیان داشت در آن دامن دشت، زاغکی زشت و بدندام و پلشت. سنگ ها از کف طفلان خورده، جانز صد گونه بلا در برده. سال ها زیست افزون ز شمار، شکم آگنده ز گند و مردار.
بر سر شاخ ورا دید عقاب، ز آسمان سوی زمین شد به شتاب. گفت که دید ز ما بس بیداد، با تو امروز مرا کار افتاد. مشکلی دارم، اگر بکشایی بکنم آنچه تو می فرمایی. گفت ما بنده درگاه تو ایم، تا که هستیم هواخواه تو ایم. بنده آماده بود فرمان چیست، جان به راه تو سپارم جان چیست. دل چو در خدمت تو شاد کنم، ننگم آید که ز جان یاد کنم. این همه گفت، ولی در دل خیش گفتگویی دگر آورد به پیش. کین ستمکار قوی پنجه کنون، از نیاز است چنین زار و زبون. لیک ناگه چو غضبناک شود، زو حساب من و جان پاک شود. دوستی را چون نباشد بنیاد، حزم را باید از دست نداد. در دل خیش چو این رای گزید، پر زد و دورترک جای گزید. زار و افسرده چون این گفت عقاب، که مرا عمر حبابی است بر آب. راست است این که مرا تیز پر است، لیک پرواز زمان تیزتر است. من گذشتم به شتاب از در و دشت، به شتاب ایام از من بگذشت. ارچه از عمر دل سیری نیست، مرگ می آید و تدبیری نیست. من و این شهپر و این شوکت و جاه، عمرم از چیست بدین حد کوتاه. تو بدین قامت و بال ناساز، به چه فن یافته ای عمر دراز؟ پدرم از پدر خیش شنید، که یکی زاغ سیه روی پلید، با 200 حیله به هنگام شکار، 100 ره از چنگش کرده است فرار. پدرم نیز به تو دست نیافت، تا به منزلگه جاوید شتافت. لیک هنگام دم باز پسین، چون تو بر شاخ شدی جایگزین، از سر حسرت با من فرمود، کین همان زاغ پلید است که بود. عمر من نیز به یغما رفته است، یک گل از 100 گل تو نشکفته است. چیست سرمایه این عمر دراز؟ راز اینجاست، تو بکشا این راز. زاغ گفت گر تو در این تدبیری، عهد کن تا سخنم بپذیری. عمرتان گر که پذیرت کم و کاست، دیگران را چه گنه کین ز شماست. ز آسمان هیچ نیایید فرود، آخر از این همه پرواز چه سود. پدر من که پس از 300 و اند کان اندرز بود و دانش و پند، بارها گفت که بر چرخ اسیر، بادها راست فراوان تأثیر. بادها که از زبر خاک وزند، تن و جان را نرسانند گزند. هرچه از خاک شوی بالاتر، باد را بیش گزند است و ضرر. تا به جایی که بر اوج افلاک، آیت مرگ شود پیک هلاک. ما از آن سال بسی یافته ایم، که از بلندی رخ برتافته ایم. زاغ را میل کند دل به نشیب، عمر بسیارش از آن گشته نصیب. دیگر این خاصیت مردار است، عمر مردار خوران بسیار است. گند و مردار به این درمان است، چاره رنج تو زان آسان است. خیز و زین پیش ره چرخ مپوی، طعمه خیش بر افلاک مجوی. ناودان جایگهی سخت نکوست، به هزان کنج حیات و لب جوست. من که بس نکته نیکو دانم، راه هر برزن و هر کودانم. آشیان در پس باقی دارم، و در آن باق سراغی دارم. خانه گسترده الوانی هست، خوردنی های فراوانی هست. آنچه زان زاغ ورا داد سراغ، گندزاری بود
اندر پس باغ. بوی بد رفته از آن تاره دور، معدن پشه مقام زنبور. نفرتش گشته بلای دل و جان، سوزش و کوری دو دیده از آن. آن دو همراه رسیدند از راه، زاغ بر سفره خود کرد نگاه. گفت خانی که چنین الوان است، لایق محضر این مهمان است. می کنم شکر که درویش نیم، خجل از ما حذر خیش نیم. گفت و بنشست و بخورد از آن گند، تا بیاموزد از او مهمان پند. عمر در اوج فلک برده به سر، دم زده در نفس باد سحر. ابر را دیده به زیر پر خویش، حیوان را همه فرمان بر خویش. بارها آمده شادان ز سفر، به رهش بسته فلک طاق ظفر. سینه کبک و تذرو و تیهو، تازه و گرم شده طعمه او. اینک افتاده بر این لاشه و گند، باید از زاغ بیاموزد پند. بوی گندش دل و جان تافته بود، حال بیماری دق یافته بود. گیج شد، بست دمی دیده خویش، دلش از نفرت و بیزاری ریش. یادش آمد که بر آن اوج سپهر، هست پیروزی و زیبایی و مهر. فر و آزادی و فتح و ظفر است، نفس خرم باد سحر است. دیده بکشود و به هر سو نگریست، دید گردش اثری زینها نیست. آنچه بود از همه سو خاری بود، وحشت و نفرت و بیزاری بود. بال بر هم زد و برجست از جا، گفت که یار ببخشای مرا. سالها باش و بدین عیش بناز، تو و مردار تو و عمر دراز. من نیم در خور این مهمانی، گند و مردار تو را ارسانی. گر بر اوج فلکم باید مرد، عمر در گند به سر نتوان برد. شهپر شاه هوا اوج گرفت، زاغ را دیده بر او مانده شگفت. رفت رفت و بالا شد و بالاتر شد، راست با مهر فلک همسر شد. لحظه ای چند بر این لوح کبود، نقطه ای بود و سپس هیچ نبود. و تا بعد شد. گفتنی باشد و همه عالم از ریش من در آویزد که مگر نگویم، اگرچه بعد از هزار سال باشد، این سخن بدان کس برسد که من خواسته باشم.